اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. این چشم انداز بامدادی است در ساعت 7 بامداد تهران، 8 در کابل و 8:30 در دوشنبه. درود بر شما، داریوش رجبیانم در بامداد چهارشنبه 7 اسفند 26 فوریه. جولان کرونا در گستره جهان، آمریکای لاتین هم نخستین مورد آلودگی به این ویروس را ثبت کرده، در حالی که نگرانی ها به ویژه در مورد شمار مبتلایان در ایران رو به افزایش است. با تعدادی از بیمارا که در ایران مواجه هستیم و مقدار افزایش روزانه اون، این نگرانی ایجاد میکنه که آیا این به یک سطح و لولی میرسه که بشه کنترل شه و دیگه بیشتر نشه، یا اینکه همینطور پخش خواهد شد. گسترش کرونا را از جهات مختلف بررسی خواهیم کرد، به همین منظور از افغانستان هم خواهیم گفت. کارزار انتخاباتی در تاجیکستان که 4 روز مانده به برگزاری انتخابات سراسری چندان شوق و شوری به بار نیاورده هم از موضوعات امروز ما هست. از درگذشت رهبر پیشین مصر هم خواهیم گفت و مطالب دیگر. پیش از همه خبرهای جهان از فرج بالفکن تهیه کننده برنامه. سلام و صبح بخیر. یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت به کشورها هشدار داده که فوراً برای مقابله با گسترش بیشتر ویروس کرونا آماده شوند. تا کنون این ویروس در بیش از 30 کشور جهان منتشر شده و بیش از 80 هزار نفر را مبتلا کرده. نگرانی به خصوص درباره موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران وجود دارد، جایی که تعداد رسمی قربانیان حالا به 15 نفر رسیده که بالاترین آمار بعد از چین است. در همین حال یک روزنامه معتبر چاپ به کانادا به نقل از محققان در شماره امروز خود نوشته که 18 هزار نفر در ایران مبتلا به ویروس کرونا شدند که حدود 200 برابر بیشتر از 95 نفری است که مقام‌های ایران اعلام کردند. همزمان مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا از همه کشورها خواسته که در مورد این اپیدمی حقایق را بگویند. سینا علی‌نژاد گزارش می‌دهد. آقای پومپو گفت کشورش عمیقاً نگران اطلاعاتی است که حاکی از احتمال سرپوش گذاشتن دولت ایران بر جزئیات حساس مربوط به شیوع این بیماری است. همزمان مدیر کل سازمان جهانی بهداشت افزایش ناگهانی موارد ابتلا در سایر کشورها غیر از چین را عمیقاً نگران کننده خوانده است. علاوه بر ایران که شمار مبتلایان را 95 نفر گزارش کرده، کره جنوبی از ابتلا بیش از 1100 نفر و ایتالیا هم از بیمار شدن بیش از 300 نفر خبر دادند. آمار مرگ در ایران 15 نفر و دو کشور دیگر هر کدام 11 نفر اعلام شده. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا در چین در حال کاهش بوده است. آمریکا در بیانیه از دولت افغانستان به خاطر پذیرش تأخیر مراسم تحلیف ریاست جمهوری تجلیل کرده. قرار بود که مراسم تحلیف محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کنونی افغانستان فردا برگزار شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان هم اعلام کرده بود که به طور جداگانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد. اسد حکمت گزارش می‌دهد. در بیانیه سفارت آمریکا در کابل آمده که رهبران افغانستان باید از اقدامات بی‌ثبات کننده از جمله تلاش‌ها برای ایجاد دولت موازی که با قانون اساسی و حاکمیت قانون ناسازگار است دست بکشند. در این بیانیه تاکید شده که حالا باید روی برداشتن گام‌ها برای صلح پایدار و پایان جنگ با طالبان و پیدا کردن راه حل سیاسی تمرکز شود، نه سیاست‌های انتخاباتی. در گذشت حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در عرصه جهانی واکنش چندانی به همراه نداشته. آقای مبارک که 3 دهه بر مصر حکومت کرد دیروز در سن 91 سالگی درگذشت. او 9 سال پیش در پی جنبش اعتراضی موسوم به بهار عربی از قدرت کنار رفت و به جرم مشارکت در کشتن معترضان به زندان افتاد، اما 3 سال بعد آزاد شد. و عربستان سعودی از ایجاد لیگ فوتبال زنان خبر داده که تازه ترین اقدام در رفع محدودیت‌های شدید زنان در آن کشور محسوب می‌شود. قرار است مسابقات فوتبال این لیگ در ریاض پایتخت عربستان برگزار شود. درود بر همراهان چشم‌انداز بامدادی بی بی سی فارسی در بامداد چهارشنبه 7 اسفند 26 فوریه. داریوش رجبیانم در لندن با آرزوی روز و روزگار نکو به یکایک شما، روزگاری که پر شده از حرف و حدیث کرونایی. و همین ساعتی پیش اعلام شد که برزیل هم به عنوان نخستین کشور در آمریکای لاتین یک مورد ابتلا به کووید 19 را ثبت کرده. آزمایش پزشکی یک مرد برزیلی که از سفر به ایتالیا برگشته مثبت بوده. ایتالیا بیشترین میزان ابتلا به کرونا در بیرون از آسیا را داشته و در نتیجه تا کنون 11 تن در این کشور اروپایی جان دادند. در اروپا شماری دیگر هم از کشورها به جمع کشورهای کرونا زده ملحق شدند، به مانند سوئیس و
کرواسی. یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت دیروز به همه کشورها هشدار داد که برای رویارویی با کرونا آماده شوند. بروس ایلوارد گفت که بیشتر کشورها با این موضوع در واقع آمادگی کامل برای رویارویی با کرونا ندارند. با بیش از 80 هزار مورد ابتلا به کرونا در سراسر جهان نگرانی عمده روی وضعیت ایران است. مقام های ایران میگویند که 15 تن بر اثر ابتلا به کرونا جان دادند، اما گزارش ها حاکی از آمار بسیار بالاتر است. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. نخست با شیدا هوشمندی نگاهی بیندازیم به وضعیت کرونا در ایران. ویروس کرونا از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران پراکنده شده. شمار استان‌هایی که ویروس به آنها رخنه کرده حالا از انگشتان دست هم بیشتر است. ویروس کشنده هیئت دولت را هم گرفتار کرده. این معاون وزیر بهداشت است، همین دیروز. اینجا کنار سخنگوی دولت ایستاد و آمار مرگ 50 نفر در قم بر اثر ویروس کرونا را تکذیب کرد. منم کرونایی شدم. اینجا خودش میگوید که مبتلا شده. تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد. از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده. دارم درمان رو شروع میکنم. حال عمومی بد نیست، خوبم. یه مقدار کوفتگی دارم، تب داشتم که انشالله کم میشه. ترس از کرونا حالا خیابانهای تهران را خلوت کرده. تصاویر میگویند مردم به خانه هاشان پناه بردند. خیابانها، مرکز خرید و رستورانها خالی هستند. کمتر کسی از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند. حالا هر کجایی اگر این ستاد، رئیس دولت اما میگوید از شنبه آینده کشور به روال عادی برمیگردد. مدرسه، دبیرستانی، دانشگاهی، محل اجتماعی مورد خاص رو اگر تشخیص داد خودش اعلام میکنه. بنابراین از روز شنبه همه روال ها به صورت عادی خواهد بود در کشور، مگر مورد خاص با شرایط ویژه که خود ستاد ملی اعلام میکنه به اونها. ایران مورد منحصر به فرد در منطقه خاورمیانه به خاطر شیوع گسترده و سریع ویروس کرونا. حالا بیشتر همسایگان ایران مرزهایشان را روی این کشور بستند. مسافران ایرانی سرگردان در هوا و زمین. آمار رسمی شمار کشته شدگان ویروس کرونا در ایران بالاترین در منطقه خاورمیانه و بیشترین میزان مرگ ناشی از کرونا در خارج از چین است. نحوه اطلاع رسانی وزارت بهداشت درباره آمار مرگ ناشی از کرونا چندان روشن نیست. مشخص نیست موارد جدیدی هم که امروز اعلام شده در برآورد وزارت بهداشت آمده یا نه. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساوه اعلام کرد که نتیجه نهایی آزمایش روی دو بیمار تازه فوت شده در این شهر مثبت بوده. یکی از بیماران خانمی 87 ساله با سوابق بیماری‌های قلبی، ریوی، کبدی و کلیوی بود که پس از دو روز بستری شدن در بیمارستان شهید چمران درگذشت. دومین فرد فوت شده نیز خانمی 82 ساله بود که دارای بیماری زمینه قلبی، کلیوی و مزمن خونی بود و پس از یک روز بستری شدن در بیمارستان جان خود را از دست داد. آقای نیکروش می‌گوید بیمار دوم به قم رفت آمد داشته. خبرگزاری های داخل ایران میگویند 3 نفر هم در استان البرز بر سر ابتلا به ویروس کرونا در مرکز درمانی این استان بستری شدند که یکی از آنها جان خود را از دست داده. شیدا هوشمندی بود با تازه‌ترین داده ها از کرونا در ایران. همانگونه که پیشتر شنیدیم، نگرانی مقام های بهداشتی جهان در مورد شیوع ویروس کرونا رو به افزایش است، اما ایران در این میان نگرانی بیشتری برانگیخته به دلیل سرعت گسترش ویروس در ایران و شمار قربانیان آن و همینطور نبودی تصویری روشن از ابعاد گستردگی ویروس در ایران. از دکتر امین مقدم، پژوهشگر و متخصص ایمنی شناسی دانشگاه آکسفورد انگلستان، خواستم که دلیل این نگرانی را بیشتر توضیح دهد. دلیل اینکه این مسئله به صورت یک به اصطلاح مسئله حاد بهداشتی در به اصطلاح سطح جهانی پدیدار شده اینه که این شواهدی که ما داریم نشون میده که این بیماری داره به صورت پاندمی در میاد. یعنی پاندمی به چیزی میگیم که به بیماری عفونی میگیم که معمولا شیوعش بسیار سریع و تمام جهان رو میگیره و با سرعت میتونه شیوع پیدا کنه. به دلیل پخش شدن این بیماری، سرعتی که داشته، تعداد بیمارانی که آلوده شدن و بیمار شدن و شدت بعضی از این بیماری ها،
طبیعتاً سازمان‌های بهداشتی تمام کشورها و به خصوص بلخص سازمان بهداشت جهانی نگران این خواهد بود که چطور این کنترل خواهد شد. طبیعتاً با تعدادی که در ایران، با تعدادی از بیمارها که در ایران مواجه هستیم و مقدار افزایش روزانه اون، این به اصطلاح نگرانی ایجاد میکنه که آیا این به یک سطح و لولی میرسه که بشه کنترل شه و دیگه بیشتر نشه، یا اینکه همینطور پخش خواهد شد و بنابراین این پدیده در هر کشوری که اتفاق بیفته میشه جزو از کشورهایی که سازمان بهداشت جهانی نظر بسیار خیلی حادتری نسبت به اینها اتخاذ خواهد کرد، تدابیر بیشتری باید بسنجه تا بتونه که به اصطلاح یک سطحی از کنترل بیماری رو بتونه به دست. یکی از موارد نگرانی در مورد ایران این هست که در واقع تناسبی تقریبا وجود نداره بین شمار افراد مبتلا به این بیماری و همینطور افرادی که جان دادن بر اثر ابتلا به این ویروس. بخاطر اینکه در کشورهای دیگه میبینیم که این میزان، در واقع میزان کشندگی این ویروس 2%، در ایران رفته بالای 20%. این رو چطور توضیح میدید؟ ببینید، وقتی ما به آمار کلی تعداد بیماران این بیماری ویروسی در جهان نگاه میکنیم که یه چیزی حدود 80 خوردی هزار نفر بوده تا حالا و تعداد کشته شده ها و کسایی که فوت شدن به دلیل این بیماری که 2700 و اندی بوده، به یک آمار 3.3% یا حدود 3% میرسیم که نشون میده که به هر حال تو کشورهای مختلف هم وقتی اینو نگاه میکنید میبینید یه چیز در همین حد، مثلا ایتالیا 322 نفر کیس شناخته شده داشته، 10 نفر مردن، میشه 3%. در ایران تعداد به اصطلاح کسانی که مبتلا شدن تا حالا، البته من آماری که نگاه میکنم آمار دانشگاه جان هاپکینز حدود 95 تا ذکر کرده، امروز شاید آپ تو دیت نیست، شاید بروز شده نیست، ولی به هر حال یه مقدار بیشتر و کمتر، و تعداد کسانی که فوت شدن حدود 16 تا یا بیشتر ممکنه باشه، یکی چند تایی، ولی به هر حال این یک چیز به حدود ریت حدود 15-20% به ما میده. درسته، خب بنابراین این خیلی متفاوته با ریتی که در سطح جهان و کشورهای دیگه وجود داره. دو تا مسئله اینجا هست، یا اینکه میتونیم اینجوری فکر کنیم که کشندگی این بیماری در ایران بیشتر بوده به دلایل مختلف که میتونیم بحث کنیم، ولی من فکر میکنم دلیل قابل توجیه تر این باشه که تعداد کسایی که در واقع مبتلا شدن بیشتر از 95 تاست و بنابراین اون ریت 3% رو اگه حساب کنیم با 16 تا مرگی که مسجل شده به رقم بسیار بیشتری نگاه میکنیم، یعنی حدود 500 یا 600 نفر حداقل. بنابراین این مسئله که این آمارا به هم نمیخونه به هر حال باعث نگرانی سازمان بهداشت میشه. و حالا درباره تلاش ها برای پیشگیری از شیوع بیشتر این ویروس صحبت بکنیم آقای دکتر مقدم، که برخی میگن که موفق به ساخت واکسن دارن میشن، واکسن برای کرونا، و در حال آزمایش اون هستن. این تلاش ها تا کجا جلو رفته و تا کجا میشه امیدوار بود به نتیجه های این آزمایش ها؟ ببینید، حقیقت اینه که یک واکسن الان توسط چین و با همکاری کمپانی گلاکسو اسمیت در حال آزمایش هست و این آزمایش ابتداییه، و وقتی که شما به نظر پژوهشگرای واکسن شناسی نگاه میکنید و میخونید راجع به این موضوع، به این نتیجه میرسید که یک واکسنی که به اصطلاح امن باشه حداقل یه چیز حدود 15-16 ماه، حداقل این در صورتی که خیلی به صورت اورژانس باش برخورد بشه طول میکشه تا این به اصطلاح آزمایش های اولیه خودش رو انجام بده تا بتونه وارد یک بازار محدود بشه، نه بازار جهانی. مسئله که خیلی مهمه راجع به واکسن های ویروسی اینه که به غیر از این که چقدر به اصطلاح مؤثر واقع خواهند شد، اینه که چقدر ایمنی دارن، یعنی اون به اصطلاح عوارض جانبیشون در چه حد هست. واکسن میتونه خودش عوارض جانبی داشته باشه، همینطور بعضی اوقات در بعضی موارد واکسن میتونه حتی شدت بیماری رو بیشتر کنه. در مورد اخیر این مسئله های اهمیته، چون این بیماری به اصطلاح شبیه سارس که توسط کرونا ایجاد میشه، یکی از دلایل کشندگی این بیماری به دلیل اینه که سیستم ایمنی بیش فعال میشه در ریه و باعث میشه که در واقع این به اصطلاح ویروس مستقیم نیست که به اصطلاح این حالت نارسایی تنفسی ایجاد میکنه، بلکه این واکنش بیش فعال سیستم ایمنیه.
بنابراین میتونید توجه داشته باشید که اگه واکسنی درست تهیه نشده باشه و درست امتحان نشده باشه ممکنه حتی به این دامن بزنه. بنابراین من فکر میکنم به عنوان یک کسی که روی واکسن کار کرده که 12 ماه حداقل زمانی که میتونیم نگاه کنیم و مشخص نیست که آیا 12 ماه دیگه واقعا این بیماری در این حد وجود داشته باشه. صحبت های کارشناس را شنیدیم. دکتر امین مقدم، پژوهشگر و متخصص ایمنی شناسی دانشگاه آکسفورد انگلستان، ضمناً روزنامه The Star که از رسانه های معتبر کانادا است ساعتی پیش گزارشی را منتشر کرد که با این وصف که شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران میتواند حدود 18 هزار تن باشد. این یعنی نزدیک به 200 برابر بیشتر از آماری که رسماً مقام‌های ایران اعلام کردند. The Star میگوید که این رقم برآورد مقدماتی از تحلیل و موشکافی پژوهشگران کانادایی است از وضعیتی که میتواند پیامدهای دردناکی برای جهان داشته باشد. 18 هزار در برابر 95 مورد اعلام شده در ایران حاکی از تفاوت عظیمی است که میتواند عواقب عظیمی هم داشته باشد. در این حال مقام‌های بهداشتی ایالات متحده آمریکا با صدور هشداری همگانی گفتند که شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور گریزناپذیر است و همگان باید برای تبعات آن بر روند زندگی عادی خود آماده شوند. مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا گفته اکنون مسئله آمدن یا نیامدن کرونا به آمریکا نیست، بلکه پرسش بر سر زمان وقوع آن است که دیر یا زود فرا خواهد رسید. همکارم خشایار جنیدی نگاهی دارد بر نقشه شیوع کرونا در جهان. دونالد ترامپ میگوید نسبت به وضع آمریکا در برابر شیوع ویروس کرونا خوشبین است. ویروس کرونا به خوبی در کشور من کنترل شده است. تعداد کمی مبتلا هستند. اما مقام‌های بهداشتی در آمریکا درباره شیوع ویروس کرونا به شهروندان این کشور هشدار داده‌اند. بنابر اعلام مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا، شیوع این بیماری در این کشور اجتناب ناپذیر است و مردم باید خود را برای احتمال بروز بدترین حالت آماده کنند. 53 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در آمریکا شناسایی شدند و دولت از کنگره خواسته برای مقابله با این بیماری 2.5 میلیارد دلار اختصاص دهد. به گفته آلکس آزار، وزیر بهداشت آمریکا، این مبلغ برای شناسایی و رصد راه‌های گسترش این بیماری، تحقیقات درباره آن و کمک به مقام‌های محلی استفاده خواهد شد. ما نمیتوانیم مرزمان را به طور دائمی بر روی ویروس ببندیم. باید در این باره واقع بین باشیم. نگرانی ها در اروپا هم در حال افزایش است. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایتالیا به 11 نفر رسیده و دست کم 330 بیمار شناسایی شده اند که بعضی از آنها در خارج از مناطق قرنطینه شده در شمال این کشور هستند. همزمان مقام‌های محلی در جزیره تنریف اسپانیا از قرنطینه کردن حدود 1000 مهمان یک هتل خبر می‌دهند. علت این کار آزمایش مثبت یک پزشک ایتالیایی و همسرش عنوان شده. ابتلای یک زن ایتالیایی دیگر هم در اسپانیا تایید شده و تعداد بیماران در این کشور به 5 نفر رسیده. اتریش، سوئیس و کرواسی هم از شناسایی نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا خبر داده اند. همه این افراد اخیراً به ایتالیا سفر کرده بودند. با این حال، به گفته وزیر بهداشت ایتالیا، کشورهای همسایه وعده داده اند مرزهای خود را بر روی این کشور نبندند. در آسیا نیز، تعداد بیماران شناسایی شده در کره جنوبی به نزدیک به 1000 نفر رسیده و دست کم 10 نفر نیز جانشان را از دست داده اند. بیشتر قربانیان پیروان یک فرقه مسیحی هستند و مقام‌های بهداشتی می‌گویند قصد دارند حدود 200 هزار نفر از پیروان این فرقه را مورد آزمایش قرار دهند. نگرانی از تبعات ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی کاهش ارزش شاخص‌های عمده بورس را در آمریکا به همراه داشته. شاخص داو جونز 3 شنبه 3% کاهش داشت و دیگر شاخص‌های مهم در اروپا هم دیروز حدود 2% افت نشان دادند.
شبیخون ویروس کرونا بر جهان. گزارشی بود از خشایر جنیدی در واشنگتن. در این باره میبینم که پیام‌های بسیار زیادی برام داره میفرسته که بعداً بهشون خواهیم پرداخت، ولی از شماری از مخاطبان پیام‌های شنیداری هم دریافت کردیم در مورد کرونا که حالا با هم میشنویم. سلام، خسته نباشید. من امروز چون یه سری از اون علائم رو داشتم و حالم بد بود، به یکی مراکز درمانی تامین اجتماعی تهران رفتم. اونجا متاسفانه هیچ چیزی داله بر این که این بیماری هستش، منظورم مثلا اطلاع رسانی نبود. و وقتی من علائممو گفتم، گفت مشکوک به ویروسی. گفتم همین ویروس، و خیلی بد برخورد کرد. گفت مگه من گفتم این ویروس؟ در حالی که من فقط یه سوال پرسیده بودم. به نظر من هر کسی که میره اونجا و مشکوکه، حداقل یه پک خیلی معمولی باید بهش بدن، که متاسفانه به جز چند قلم دارو که به من دادن، اونم در حد دو ورق سرماخوردگی و یه مسکن، هیچی به من ندادن. گفتم فقط برو اگه حالت بدتر شد بعدا به بیمارستان مراجعه کن، که من الان واقعا حال مساعدی ندارم، سردرد شدید دارم و سرگیجه. حالا نمیدونم واقعا به این بیماری مبتلا شدم یا نه، ولی یه چیز مثبتی تو این درمانگاه ها به عنوان آموزش و برخورد درست ندیدم. سلام، ما کارمون طوری هست که میتونستیم به صورت دورکاری انجام بدیم، اگر نه مجبور بودیم تو مترو بریم بیایم. این دو روزم با خیلی بدبختی و رعایت بهداشت و اینها رفتیم سر کار و اینها. بچه ها شرکت همه سیستما رو آوردیم خونه هامون. از همین امروز که شروع کردیم به صورت دورکاری، حالا تو دراپ باکس و حالا روش های مختلف بخوایم کار انجام بدیم، هم اینترنت خونه مشکل خورده، هم اینترنت، اگر وضعیت اینترنت همینجوری باشه ما مجبوریم دوباره سیستمامونو برداریم بریم شرکت بشینیم کار بکنیم. بعد مسیر خیلی طولانی، یک ساعت تو مترو باید بریم بیایم، احتمال گرفتن ویروسمون خیلی زیاد میشه. اگر اونایی که میتونن دورکاری کارشون انجام بدن، تو خونه هاشون بشینن کار بکنن، این مسیرها رو هی نرن و بیان آلوده بشن به ویروس. سلام، وقتتون بخیر. من از اصفهان تماس میگیرم خدمتتون. پدرم یه هفته بستری بودن بیمارستان در بخش ریه و طبق گفته پزشک متخصصشون تا 3 روز دیگه بعد روال عادی، روتین عادی بعد میموندن تا بهبودی کامل حاصل بشه، اما مجبورن مرخص کردن. خیلی ها رو مجبورن و با فرم رضایت بیمار مرخص کردن. متاسفانه یه سری اصول اولیه ایمنی رو رعایت نمی‌کنن. من آن تعجب می‌کنم. خیلی بیمارستان بلبشو هست، هر کسی میتونه وارد بیمارستان بشه، بره بیرون، همراه‌ها، سطح ملاقات، گاهی وقتا یک بیمار 6 تا ملاقات همزمان داره. این مسئله همراه بیمار هم که از قدیم بوده و واقعا من توی یکی از اتاقا دیدم که خود همراه بیمار مریض بود. خیلی راحت میتونستن و هنوز هم میتونن در خیلی از فروشگاه‌ها، در حتی قسمت‌های از شهر تو خیابونا یه قسمتایی بزنن که مردم دستاشونو بشورن اقلا. من به برخی از مسئولین بیمارستان پیشنهاد دادم، گفتم یک در ورود بذارین، یک در خروج بذارین و مردم بیان در هنگام ورود و خروج دستاشونو بشورن حتما. اما خب کوکوش شنوا. من خودم مؤسسه آموزشی دارم، متاسفانه به علت کرونا مؤسسه ما تعطیل شده و مشخص هم نیست که میتونیم دوباره مؤسسه رو باز کنیم. و مهمترین مشکل اینه که چرا واقعا این شهرها قرنطینه نشدن؟ چرا الان ما داریم به قرنطینه کردن فکر میکنیم؟ همه متضرر شدن، همه قشرها. خودم دیدگاه های شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی بود درباره کووید 19. اگه نظر شما متفاوته باز هم پذیراش هستیم از راههایی که اعلام میشه. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22.
در بامداد هفتم اسفند 1398 همچنان با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی هستید و اینجا همچنان از کرونا فعلا راه گریزی نیست. در مطبوعات تهران هم برای نگاه به مطالب عمده روزنامه‌های صبح امروز تهران نیازی نیست که راه دوری برویم. فرشته قاضی که مرور روزنامه‌ها با اوست اینجا در استودیو با ماست. فرشته، ناگفته هم پیداست که کرونا در صدر مطالب روزنامه‌های صبح امروز هم هست. همینطوره و به شدت هم بازتاب داشته، به خصوص روزنامه ها انتقاد کردن از صحبت های دیروز حسن روحانی و همزمان آرمان ملی از هشدار سازمان بهداشت جهانی به ایران نوشته و اینکه از دید نمایندگان این سازمان ناکارآمدی مدیریت ایران تهدیدی برای امنیت جهانی در عرصه سلامتی میتونه باشه. میدونم که خیلی واقعا مطالبی که در دم دست خیلی زیاد هستن این مورد، ولی از همدلی شروع بکنیم که میگه خم شدن مداوم زیر توهم توطئه. منظورش این توهم توطئه چیه؟ در رابطه با سخنان دیروز حسن روحانی، عادل جهان آرای در این روزنامه نوشته که مردم حتما منتظر نبودن که روحانی دستور بده همه کشور تعطیل بشه، اما انتظارم نداشتن آقای رئیس جمهور از کنار اژدهای نادیدنی ولی کشنده کرونا به راحتی عبور بکنه. جدی نگرفتن این قضیه که اتفاقا ایران خود امروز یکی از صادرکنندگان کرونا قلمداد شده، به نوشته نویسنده همدلی در واقع میتونه مشکلات بسیاری ایجاد بکنه. اما نکته اصلی اون جمله روحانی که گفته تعطیلی کشور توطئه دشمنانه. اگر مستنداتی میگه دارید، مصداقهایی دارید آقای روحانی، به مردم هم بگید که دیگه نگران این اژدهای نامرئی نباشند. و در مورد این اژدهای نادیدنی، به قول روزنامه همدلی مطلبی هم هست از جهان صنعت که میگه یک شنبه عادی با کرونا. موضوع چیه؟ با صحبت حسن روحانی است که گفته از شنبه روال کشور عادی خواهد شد و جهان صنعت نوشته که در این جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا انتظار می‌رفت تصمیمات قابل توجهی برای جلوگیری بیشتر از عدم شیوع این ویروس، یعنی ویروسی چینی، در ایران گرفته بشه. اما دولت با ساده انگاری خودش صرفا تلاش میکنه مردم به کرونا همانند سرماخوردگی معمولی نگاه بکنن. این روزنامه نوشته که این مسئله رو میشه از نبود کیت‌های آزمایشگاهی برای تشخیص این بیماری، توزیع نامناسب ماسک‌ها و مواد ضد عفونی کننده، عدم تعطیلی کارمندان و احتمال برقراری کلاس‌های درس دانش آموزان از شنبه و قرنطینه نشدن شهر قم متوجه شد. و روزنامه اعتماد اونطور که میبینم به بعد سیاسی موضوع پرداخته. وجه سیاسی کرونا در ایران، جزئیاتش چیه خانم قاضی؟ عباس عبدی در این روزنامه نوشته که تا قضیه کرونا مطرح شد گفتن که این یک ویروس سیاسیه برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات، گویی که مردم صف بسته بودن رأی بدن، یه عده اومدن گفتن کرونا اومده و فرار بکنید. آقای عبدی به قضایه در واقع گران شدن قیمت بنزین اشاره کرده. من نوشته که اون موقع از یکی از اعضای دولت شنیدم دولت پس از مواجهه و مخالفت درون ساختاری با این تصمیم، یعنی گران شدن بنزین و همچنین اعتراضات عمومی علیه اون، دیگه قادر به گرفتن تصمیمات بسیار ساده هم نیست، به خاطر اینکه بلافاصله با مخالفت بخش‌های دیگر حکومت مواجه میشه و این شکاف درون ساختاری به سرعت به جامعه منتقل میشه. حالا مسئله‌ای که در ابعاد کرونا پیش اومد هم میبینیم که دولت چین با چه اقداماتی و چه اقتداری داره برای مقابله با کرونا جلو میره و دقیقا همون اقداماتیه که کوچکترینش هم در حد و اندازه های دولت و حکومت ما نیست، چه برسه به تصمیمات مهمی مثل قرنطینه کردن قم. و روزنامه شرق یک سوالی مطرح کرد که خیلی ممنون شما اگه کوتاه بهش اشاره بکنین، چون سوال جالبی هست. میگه برای پیشگیری کرونا در ایران آیا زندانیان به مرخصی خواهند رفت یا نه؟ این روزنامه اشاره کرده به توییت محمود صادقی که هشدار داده در رابطه با زندانیان و همین قضیه کرونا و نوشته که حق درمان از جمله حقوق اساسی افرادی که محکومیت و وضعیت قضایی زندانی تفاوتی در دسترسی برابر افراد به اون ایجاد نمی‌کنه. بنابراین در شرایط سخت این روزا اعطای مرخصی به زندانیان سالم و البته کم خطر برای جامعه میتونه اقدامی درست باشه و برای سایر زندانیان هم شرایط سالم و کنترل شده رو فراهم بکنه. سپاسگزارم از فرشته قاضی که نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح امروز چاپ تهران که سراپا مربوط به کرونا بود. حالا در اینجا در این لحظات بامداد چهارشنبه هفتم اسفند 26 فوریه نگاهی تازه داریم به سرخط مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
برزیل به عنوان نخستین کشور در آمریکای لاتین یک مورد ابتلا به کووید 19 را ثبت کرده است. آزمایش پزشکی یک مرد برزیلی که از سفر به ایتالیا برگشته مثبت بوده. ایتالیا بیشترین میزان ابتلا به کرونا در بیرون از آسیا را داشته و در نتیجه تاکنون 11 تن در این کشور اروپایی جان دادند. به گزارش روزنامه د استار چاپ کانادا، شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران میتواند حدود 18000 تن باشد، یعنی نزدیک به 200 برابر بیشتر از آماری که مقام‌های ایران رسماً اعلام کردند. و حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، در 91 سالگی درگذشت. آقای مبارک 3 دهه بر مصر حکمرانی می‌کرد. در ادامه برنامه در این مورد مطلبی خواهیم داشت درباره حسنی مبارک و مردریک یا در واقع میراثی که از او به جا مانده، و همینطور به تاجیکستان سری میزنیم که تا 4 روز دیگه انتخابات سراسری داره، هرچند از جوش و خروش انتخاباتی در اون کشور آسیای میانه و از موسیقی غربی هم میگیم. حتما خیلی شناختین صدای جاستین بیبر رو، و دیگر ستاره های موسیقی غرب رو هم داریم در مرور پرفروشترین تک آهنگ های موسیقی بریتانیا در این هفته که تا حدود 16 دقیقه دیگه سراغش رو خواهیم گرفت. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی، چشم‌انداز بامدادی. برمانگونی که اشاره کردم یک انتخابات دیگر در راه است که 4 روز دیگر 11 اسفند 1 مارس در تاجیکستان برگزار خواهد شد. قرار است هیئت نو مجلس انتخاب شود در تاجیکستان که احزاب سیاسی و نامزدها در این کشور به جز از رسانه‌های چاپی و تصویری از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک هم برای معرفی برنامه‌های انتخاباتیشان بهره می‌برند. از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون رانده شدن احزاب و سازمان‌ها و نشریه‌های مخالف دولت، فضای اطلاعاتی در این کشور را در آستانه انتخابات پارلمانی و مجلس‌های محلی از شور هیجان تهی کرده. همکارم سهراب ضیا در دوشنبه نگاهی کرده به جایگاه رسانه‌ها در کارزار انتخاباتی حزب‌های سیاسی و نامزدها در این کشور. این روزها فضای خیابان‌های شهر و نواحی تاجیکستان متفاوت از 3 هفته پیش است. در همه جا شیار و نوشته های را می تواندید که همه را به انتخابات اولی مارس فرا می خوانند و به اهمیت این رویداد سیاسی تاکید می کنند. طبق قانون در رادیو و تلویزیون دولتی به احزاب سیاسی تا 40 دقیقه و به نامزدها از حوزه های انتخاباتی تک نفری تا 20 دقیقه وقتی رایگان داده می شود تا برنامه هایشان را معرفی کنند. چاپخانه دولتی شرق آزاد محل چاپ روزنامه ها و نشریه های گوناگون است. حزب ها در تبلیغ اهداف و برنامه هایشان بیشتر از نشریه های رسمی استفاده می کنند، زیرا تیراژ این روزنامه ها در مقایسه با نشریه های غیر دولتی به مراتب زیاد است و در سراسر تاجیکستان توزیع می شوند. صدای مردم نشریه پارلمان تاجیکستان است. بیشتری مطالب شماره های یک ماهی اخیر این نشریه به موضوع انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی در تاجیکستان اختصاص دارد. بر اساس مقررات قانون، همه احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات پارلمانی برای تبلیغ برنامه هایشان حق برابر و رایگانی استفاده از نشریه های رسمی مثل صدای مردم را دارند. نشریه مستقل سمک هر هفته با راهبر یک حزب سیاسی مصاحبه انجام می دهد تا خوانندگانش با برنامه های انتخاباتی آنها آشنا شوند. مسئولان هفته‌نامه می گویند به دلیل مشکلات دسترسی به اینترنت، مردم در آستانه انتخابات ها بیشتر رو به نشریه ها می آرند. خورشید عطاالله، رئیس مرکز تحقیقات روزنامه‌نگاری تاجیکستان، در این باره می گوید: هرچند که بسیاری ها حاضر فکر میکنند که واسطه از همه تاثیر رسان این شبکه های اجتماعی و اینترنت است، اما با نظر داشت امکانیت دسترسی مردم در منطقه ها با اینترنت، من فکر میکنم که واسطه مؤثر در منطقه ها، منطقه های دوردست مخصوصا، همانا روزنامه باقی میماند. مشکلات مالی دسترسی بسیاری از حزب های سیاسی را به رسانه های مستقل محدود کرده. رسانه های دولتی هم بیرون از مقررات قانون انتخابات پا گذاشته نمی توانند.
این وضعیت باعث شده تا برخی حزب‌ها راهی برون رفت از این وضعیت را پیدا کنند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در این رابطه گفت: ما امروز شبکه‌های اجتماعی داریم، یعنی اینترنت میگیم. خب این حکومتی داره کرده نمیتونند. پیش روی این حکومت گرفته نمیتونند. حزب‌ها میتونند با واسطه این همه برنامه‌ش به مردم معرفی کنند، مشکلات مردم بررسی کنند. بعضی رسانه‌های پرطرفدار مثل ایشا پلاس از تبلیغ برنامه‌های حزب‌ها و داوطلبان نمایندگی پارلمان دست کشیدند به دلیل قابل پیش‌بینی بودن نتایج انتخابات. برخی کارشناسان می‌گویند قطع فعالیت نشریه‌های مستقل مانند نگاه و آزادگان باعث شده مطالب چالش برانگیز درباره انتخابات و احزاب سیاسی تقریباً چاپ نشود. سارا به زیاد بود که از دوشنبه گزارش میداد. البته این رو هم بگم که در چند روز آینده باز هم گزارش هایی درباره انتخابات مجلس تاجیکستان از سارا از دوشنبه خواهیم داشت و ما به ناچار به موضوع کرونا برمیگردیم، چون شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته که مرز میان ایران و افغانستان باز شود. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه 4 اسفند یا هوت پس از آن تصمیم به بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی افغانستان با ایران گرفت که مسئولان بهداشت در هرات گزارش دادند 3 فرد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهر هرات ثبت شدند و 36 تن دیگر که سابقه سفر به شهر قم ایران را داشتند قرنطینه شدند. همکارم نسرین نوار از کابل در ارتباط زنده داریم. نسرین صبح بخیر. مرزها گشوده شد در حالی که دامنه شیوع کرونا در ایران کوتاه‌تر نشده. شورای امنیت ملی افغانستان این تصمیم خودش رو چطور توضیح میده؟ شورای امنیت ملی گفته که این تصمیم با مشوره سازمان بهداشت جهانی گرفته شده و دلیلش هم سردرگمی و بی سرنوشتی کسانی بوده که بین دو طرف مرز بند مانده بودن و منتظر بودن که بالاخره اجازه ورود پیدا بکنن. تعداد اینها هم کم نبوده، یکی دو نفر نبودن، ده ها نفر در بیشتر از 24 ساعتی که مرز بین ایران و افغانستان مسدود شده بود بین این دو مرز گیر مانده بودن و به این دلیل دولت افغانستان تصمیم گرفت که مرزها را باز بکنه. ولی همچنان یک نگرانی بزرگی را ایجاد کرده، خصوصا در غرب افغانستان که رفت آمد بین هرات در غرب و ایران خیلی زیاد هست و اگر مرز همچنان باز باشه احتمال شیوع ویروس از ایران به افغانستان را بیشتر میکنه. اگرچه تا فعلا هم یک مورد مثبت کرونا در هرات ثبت شد و احتمال اینکه از فردی که فعلا در هرات مبتلا به کرونا هستی ویروس به ولایت‌های دیگه برسه. ولی خب تقریبا این موضوع جدی شده برای دولت افغانستان. در این 3 روز گذشته دولت بارها جلسات ویژه برگزار کرد با شورای امنیت ملی، با وزارت صحت یا بهداشت افغانستان. دیروز هم در ارگ ریاست جمهوری تا دیر هنگام یک جلسه بود و رئیس جمهور غنی دستور داد به وزارت مالیه که حدود 20 میلیون دلار را به وزارت صحت اختصاص بده برای مقابله با این ویروس و یک مقدار هزینه‌ای که از بودجه رزروی دولت برداشته میشه. و همینطور دولت به همه ولایت‌ها و والی‌ها دستور داده که اقداماتی رو روی دست بگیرن، اطلاع رسانی بکنن به مردم، همینطور در اماکن عمومی و مکان‌های شلوغ‌تر مثل دانشگاه‌ها و مکاتب یا مدارس گفتن که به شکل جمعی باید دست به اطلاع رسانی بزنن. و ولی گذشته از اطلاع رسانی و آگهی پراکنی، نسرین، حالا در همون مورد غرب افغانستان بازم بگیم که در همسایگی با ایران هست که بهش اشاره کردی و موارد مشکوکی که در هرات گزارش شده بود و از چند تن آزمایش گرفتن که در نتیجه معلوم شد یکی از اونها به ویروس کرونا گرفتار شده، آلوده است. چه تمهیداتی بهداشتی غیر از اطلاع رسانی در این زمینه در اون منطقه انجام میشه؟ کوتاه لطفا. راستش چون امکانات در افغانستان کم هست رسیدگی هم کمتر صورت میگیره، ولی خب دولت سعی کرده که بسترهای ویژه، مراکز درمانی اختصاصی را در ولایت هرات هم ایجاد بکنه، یک اتاقهای قرنطین را آماده کرده که اگر به تعداد این افراد اضافه بشه حداقل فضا برای اینها مساعد باشه، همینطور داروها و موادی که لازم هست. ولی در قسمتی که به تمام مردم رسیدگی بکنه یا که لوازم بهداشتی رای
رایگان توضیح بکنه. تا حالا چنین کاری نشد. بعضی گروه های فرهنگی یا مدنی دست به چنین کارهایی زدن در هرات، ماسک ها و لوازم بهداشتی رو به شکل رایگان توضیح کردن، ولی دولت در همین حد که مراکز درمانی و بسترهای ویژه را آماده کرده تا فعلا دست به کار شده و میگه که ما آمادگی لازم را داریم که اگر به تعداد این افراد اضافه بشه بتونن راحت رسیدگی بکنن. ولی مشکل این هست که در ولایت افغانستان امکانات این که تشخیص داده بشه هم هنوز نیست. حتی از هرات نمونه ها گرفته میشه، به کابل به پایتخت فرستاده میشه تا اینکه تشخیص بدن آیا این فرد مبتلا به ویروس هست یا نه. سپاسگزارم نسرین. با همکارم نسرین نوا در کابل صحبت میکردم درباره وضعیت کرونا در افغانستان. و ما یکی دیگر از رویدادهای ساعت گذشته این بود که حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در 91 سالگی درگذشت. آقای مبارک 3 دهه بر مصر حکومت کرد. او 9 سال پیش در پی جنبش اعتراضی موسوم به بهار عربی از قدرت کنار رفت و به جرم مشارکت در کشتن معترضان به زندان افتاد، اما 3 سال پیش آزاد شد. حسیب عمار نگاهی کرده به زندگی سیاسی او و اینکه چطور به قدرت رسید و چگونه از قدرت رفت. مردی که از میدان جنگ به صحنه سیاست آمد. رشادتش در جنگ اکتبر سال 1973 بر ضد اسرائیل در مقام فرمانده نیروی هوایی مصر او را به قهرمان ملی تبدیل کرد. ظاهرا همین نقش هم او را به مقام معاون رئیس جمهوری رساند و هم نقطه اتکایی بود برای مشروعیتش در طول 3 دهه زمامداری. در 6 اکتبر سال 1981، روزی که اسلامگراهای تندرو انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر را ترور کردند، بخت به او لبخند زد. 8 روز بعد بر مسند حکمروایی مصر، پرجمعیت ترین کشور عربی نشست، اما در یک مرحله دشوار. اما این مرد که برخی او را یک رئیس جمهوری تصادفی توصیف می‌کنند، پس از محمد علی پاشا بنیانگذار مصر مدرن، توانست بیشترین مدت را در قدرت بگذراند. او موفق شد مصر را که در پی بستن قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1979 در بین کشورهای عربی در انزوا قرار گرفته بود، دوباره به یک بازیگر اصلی در صحنه سیاسی جهان عرب تبدیل کند. مبارک به دلیل همراهیش در جنگ آمریکا علیه عراق در سال 1991 و همچنین حفظ پیمان صلح با اسرائیل برای غرب یک متحد کلیدی بود. هر سال نزدیک به 2 میلیارد دلار از آمریکا کمک دریافت می‌کرد. در گفتگوهای صلح خاورمیانه نقش مهم داشت و یک میانجی اصلی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بود. این مواضع او اما با خشم گروه‌های اسلامگرا، چپی و ملی‌گرا همراه بود. در این میان اسلامگراهای خشونت طلب برخی از خونین‌ترین حملات را علیه نیروهای پلیس و گردشگران غربی در مصر انجام دادند. اسلامگراهای افراطی را به شدت سرکوب کرد و با پایان دهه سال 1990 آنها را شکست داد. این وضعیت همزمان دستاویزی قرار گرفت تا او ثبات امنیتی و اقتصادی را بر توسعه سیاسی ترجیح دهد. متحدان غربی او هم از همین بابت از عملکرد مستبدانه‌اش چشم پوشی کردند. وقت وضعیت سلامتی مبارک رو به وخامت گرایید، صحبت از میراثی شدن قدرت و آماده کردن پسر برای جانشینی پدر به میان آمد. این هم دلیل دیگر شد تا مصری ها از مبارک بیشتر به ستوه آیند. به رغم روش سرکوبگرانه پلیس مبارک، با آغاز سال 2005 جنبش کفایه و برخی دیگر گروه ها به برگزاری تظاهرات خیابانی آغاز کردند. وخیم شدن اوضاع اقتصادی کارگران را هم به اعتراض و تظاهرات واداشت. اما گویی مبارک این همه خشم و نفرت را اصلا نمی دید و هر سال عزمش برای باقی ماندن در قدرت جزمتر می شد. تا زمانی که در سینه‌ام قلبی تپنده دارم و نفس می‌کشم، مسئولیت خود را انجام می‌دهم و امانت را حمل می‌کنم. مسیر گذار با آینده را با شما ادامه می‌دهم. در سال 2010 که انتخابات پارلمانی برگزار شد، حزب مبارک همه کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد. مخالفان نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و دست به تشکیل یک پارلمان متقابل زدند. مبارک این گونه واکنش نشان داد. بگذارید که خوش باشند. کمتر از 1 ماه از این سخنرانی نگذشته بود که نخستین جوانهای بهار عرب در تونس شکفت. جوانان مصری با الهام از تونسی ها در 25 ژانویه سال 2011 روز جشن پلیس مصر، دستگاه سرکوبگر مبارک به خیابان ها ریختند.
پس از 18 روز تظاهرات شبانه روزی صدها هزار معترض مصری، برای مبارک چاره جز رفتن نماند. همان گونه که غیر منتظره به پله‌های قدرت صعود کرد، شتابان سرنگون شد. اما او نخواست بدون دفاع از خود صحنه را ترک کند. هنوز پیش از وقت است که از داوری تاریخ در مورد حسنی مبارک صحبت کرد. اما مردی که به عنوان قهرمان ملی به میدان سیاست قدم گذاشت، به عنوان فرعون عصر از قدرت خلع شد و نخستین رهبر عربی بود که به اتهام ارتکاب جنایت به دادگاه کشیده شد. حسیب عمار بود که نگاهی داشت به میراث سیاسی حسنی مبارک، رهبر مصر که در رهبر پیشین مصر که در واقع در 91 سالگی دیروز درگذشت. اینجا نگاهی داریم به پیام‌های بیشماری که شما فرستادید، بیشترشون طبعا درباره کرونا هست. از افشین شروع می‌کنم، در فیسبوک میگه دلم بیشتر برای مردم ایران می‌سوزه، نه فقط به خاطر اینکه هموطنانمون هستن، بلکه بیشتر به این دلیل که اونجا رسیدگی لازم نمیشه و خطر سرایت بیشتره. و همینطور گفته که نمی‌دونم توی ایران بیشتر منتظر چقدر کشته هستن تا بفهمند که موضوع شوخی نیست و عجله‌ای برای باز کردن مدارس و مراکز تجمعات عمومی نکنند. گلبه دین نوشته که مرز افغانستان و ایران باز شده و این یک فاجعه است به نظر او. محسن میگه که با توجه به سرعت آلوده شدن و آلوده کردن بیماری کرونا، یک بار دیگر ثابت میشود که زندگی خصوصی و جمله معروف به خودم مربوطه چندان صحت ندارد و ما همه به هم وصل هستیم و سرنوشت ما به هم گره خورده، بنابراین نسبت به همدیگر مسئول هستیم. در واقع یک یادآوری هست از فرموده سعدی شیرازی که بنی آدم اعضای یکدیگرند. آزاده میگه متاسفانه به خاطر قرنطینه نکردن قوم در تمام شهر و همچنان در افغانستان هم به خاطر بی‌احتیاطی به چنین موزلی گرفتار شدن. به تلگرام هم نظری بندازیم. علی رضا میگه که امروز سه‌شنبه تا روز شنبه میشود 5 روز، منظورش از امروز دیروز هست، احتمالاً ایشون از آمریکا میرسه که اونجا سه‌شنبه بوده. میگه که آقای رئیس جمهور ایران اظهار می‌دارند که از روز شنبه وضع به حال عادی باز خواهد گشت، با این حساب که طول دوره کمون کرونا 2 هفته بیشتر نیست. یک موضوع دستگیر ما میشود که از 11 روز قبل همه مردم به کرونا مبتلا شدند، همه اون افراد که مبتلا هستند در اون دوره شده اند. الماس میگه که واقعا بی تدبیرترین دولت‌های اخیر، حتی از دولت احمدی نژاد به نظر الماس بدتر دولت روحانی بوده، باید قوانین کار رو بررسی کرد و گشت و مواردی پیدا کرد که اگر با سر کار رفتن خطر جانی وجود داشته باشد چطور میشه با دولت برخورد کرد. بن نوشته گسترش تحریم ها و داشتن تنش و بحران بی‌حاصل در روابط ایران با آمریکا و اسرائیل و همزمان شیوع کرونا مجموعه آسیب پذیر را برای ایران پدید آورده است. سپاس فراوان. بعداً تلاش میکنم که دوباره به پیام های شما برگردم. فعلا بریم سراغ دنیای ورزش. که اون هم از بلای ویروس کرونا در امان نمونده، دنیای ورزش به ویژه فوتبال. از پوریا ژافره بشنویم. فدراسیون فوتبال زیر فشار انتقادات بسیار زیادی هستش برای اینکه فعلا این هفته لیگ رو بخواد تعطیل بکنه. در ضمن 3 تیمی که هفته آینده باید برند به امارات، یعنی تیم‌های پرسپولیس، شهرخودرو و استقلال، جلسه داشتن با فدراسیون به خاطر اینکه پروازهای سری آ لغو شدن و اینکه خودشونو برسونن به اونجا خودش یک مشکلی هست. و بسیاری از بازیکن‌ها و مربی‌ها فکر می‌کنن که مثل بقیه کشورهایی که شرایط مشابه و حتی بهتر از ایران دارن در مورد کرونا، بازی لیگ بعد لغو بشه. من الان نگاه که میکردم کره جنوبی تمام بازی‌ها لغو شده، چین تمام بازی‌های این هفته لغو شده، در لیگ در تمامی سطوح لغو شده، همینطور در ژاپن، در ایتالیا در بعضی قسمت‌ها داره مسابقات انجام میشه ولی مسابقات رده پایین‌تر همگی لغو شدن. بنابراین ایران از این جهت استثناست و تقریبا هیچ کس نمیخواد بازی بکنه به جز پرسپولیس، که اونم برمیگرده به ماجرای اتفاقاتی که توی بازی سپاهان و پرسپولیس افتاد. در صورت کاری که سپاهان کرد شاید کار درستی نبود، به قانون تمکین نکرد تیم سپاهان، ولی بدتر از سپاهان میشه گفت کاری هستش که فدراسیون کرد و در اون شرایط واقعا بحرانی کشور برای مبارزه با ویروس کرونا بازی‌ها رو لغو نکرده. و هنوز هم که ما الان داریم صحبت می‌کنیم، برای فردا روز پنجشنبه 5 تا بازی در نظر گرفته شده، اصلا معلوم نیستش که این بازی‌ها
چطور قراره که انجام بشن. ماشین سازی در تبریز با نساجی مازندران، فولاد با شاهین بوشهر در اهواز، گلگهر سیرجان با استقلال که استقلال گفته احتمالاً نمیخوان مسافرت بکنن با اونجا، زوباهن و سپاهان، داربی اصفهان، پرسپولیس هم میزبان شهر خودرو. واقعا این مسابقه ها اگه تماشاچی هم نداشته باشن به راحتی میتونن یک بمب کرونا در کشور باشن که ویروس به تمام جاهایی که منتقل هم نشده تا به حال به راحتی منتقل بکنن. از طرف دیگه خبر میرسه که فیفا اساسنامه فدراسیون رو هم قبول نکرده و انتخابات به تعویق خواهد افتاد و مسائل غیر قانونی و همینطور غیر حرفه‌ای بسیاری هستش که در این لحظه در فدراسیون در جریانه. مرتضی در تلگرام نوشته که متاسفانه تا الان هیچ کار خاصی از دولت مردان در ایران دیده نشده. مکانهای عمومی ضد عفونی نمیشه، فعلا که پناه بر خدای پیش میریم تا ببینیم بعدش چه میشه. فرزاد گفته که به آقای روحانی باید گفت که اگر یک کشور در دنیا حق داشته باشه بگه کرونا توطئه است، اون کشور چینه که میلیونها دلار خرج مبارزه با این ویروس کرده و چندین برابر هم به اقتصادش لطمه خورده، نه کشور ایران که از درآمد 4 تا پرواز هم نگذشته هیچ. تازه مردم رو به امان خدا رها کرده و به زور میگه از شنبه همه چیز آرومه. حالا دامن برنامه را از خبرهای کرونایی بیرون بکشیم و بریم سراغ موسیقی. پایان چهارشنبه ها در چشم‌انداز بامدادی ترانه باران از نوع غربیش، این بار شیداس به کاویانی جدول پرفروش‌ترین تک آهنگ های بریتانیا رو ورانداز میکنه. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. آهنگ You Only Live Twice از نانسی سیناترا. فقط دو بار زندگی میکنی، یکی برای خود و یکی برای رویاهایت. خب این هفته هم گلچین آهنگهای محبوب فیلمهای جیمز باند رو ادامه بدیم. این آهنگ You Only Live Twice از نانسی سیناترا بود، از فیلم به همین نام جیمز باند از سال 1967. موسیقی از جان بری، آهنگساز نامی فیلم. ترانه از لزلی بریکس، نمایشنامه نویس و آهنگساز بریتانیایی. دقدی بسیاری شاید بهترین آهنگ فیلم جیمز باند تا به حال. موسیقیش به خوبی جوهر و حس حال دهه 60 رو به یاد میاره، سایکدلیک ولی رومانتیک. اول تهیه کننده فیلم کوبی براکولی از دوست خودش فرانک سیناترا خواست آهنگ رو اجرا کنه، ولی سیناترا پیشنهاد کرد که از دخترش نانسی به جای او استفاده کنند. از طرف دیگه بری اریتا فرانکلین رو در نظر داشت، اما تهیه کننده ها پافشاری کردند و در نهایت نانسی اون رو اجرا کرد. این درست از زمانی بود که او بسیار محبوب شده بود برای آهنگ These Boots Are Made For Walking. آهنگ در طی دهه‌های بعدی به یکی از ترانه‌های ماندگار نانسی تبدیل شد و بسیاری از کولدپلی تا بیوک اون رو بازخوانی کرد. خب این هفته جدول تک‌آهنگا. آهنگ Say So از دوجا کت شماره 21، 4 عدد. دوجا کت، رپر، خواننده و آهنگساز آمریکایی، اولین بار در سال 2018 با آهنگ مو به رو آمد. آهنگ سیسو پارسال وارد بازارها شد از دومین آلبوم دوجا به نام هات پینک، اما در اوایل امسال ازش روی اپ تیک تاک استفاده شد با چندین چالش جدید رقص. این باعث شد که آهنگ دوباره محبوب بشه و دوباره به بازارها ارائه شد. So take your hand.
shoulder. This time it's not like that, 'cause I know where your heart's at. I know you like to be alone, but hate being lonely. Oh, hang lonely at Joel Corey. Joel Jordan, you're on the soon. جای بریتانیایی تقریبا یک سال از موفق ترین آهنگش ساری گذشته، آهنگی که برده شیش جدول بریتانیا رسید. لونی همون فرمول ریتم و پیانوی قدیم رو ادامه داده که از کلوپ ها بسیار محبوبه. در اسکاتلند هم نهم. Intentions of Justin Bieber. Shumali ya, chora desu. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, catch your own bread. Heart full of equity or an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. آهنگ اینتنشنز از آلبوم جدید بیبر به نام چینجز که این هفته راهی بازارها شده. در حال حاضر صدرنشین جدول آلبوم‌های بریتانیا هم هست، دومین صدرنشین بیبر در بریتانیا. اما در آمریکا رکورد 59 ساله الویس رو شکست. بیبر 25 ساله جوان‌ترین هنرمندی شد که 7 آلبوم صدرنشین در اونجا داشته. الویس 26 ساله بود که با آلبوم بلو هوایی در سال 1961 موفق به این کار شد. آهنگ روزز از سینت جان شماری هفت یه ردسون. روزز سینت جان رپر آمریکایی که در سال 2016 به بازار آمده بود اینجا ریمیکس شده توسط ایمان بک، تهیه کننده و ریمیکسر 19 ساله از قزاقستان. این ریمیکس از سپتامبر 2019 کم کم اروپای شرقی رو فتح کرده و حالا به غرب رسیده. خب قبلی ها 9 بیلی آیلیش، 8 فیوچر، 6 کپالدی، 5 دوالیپا، 4 لوئیس کپالدی، از اینا هم رد میکنیم. 3 رودی چین، 2 ویکند، اینم سردشین این هفته. I let it burn. You're no longer my concern. Faces from my past return. آهنگ No Time to Die از بیلی آیلیش پر فروش این آهنگ بریتانیا. آیلیش با آهنگ No Time To Die از موسیقی متن فیلم جدید جیمز باند یک ضرب صدرنشین این هفته شد. اولین صدرنشین آیلیش که اون رو همراه با برادرش ساخته و تهیه کرده. آیلیش آهنگ رو هفته گذشته در جوایز بریت هم اجرا کرد و برنده بهترین هنرمند بین‌المللی زن شد، جوانترین هنرمندی که موسیقی فیلم باند رو به نوک قله رسونده. آهنگ در اسکاتلند، جمهوری چک، ایرلند هم صدرنشینه. خب پایان برنامه کوچه فری.
آهنگ بلو دیل از ماین ساینس. دو هفته آینده، خدا نگهدار. خب این برنامه شاد و شنیدنی شیداس به کاویانی رسیدیم به پایان ساعت اول چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه هفتم اسفند 1398. ظاهراً برخی از بینندگان و شنندگان هم از این برنامه استقبال کردن، نوشتن سپاس به خاطر موسیقی زیبا. کمی حال هوامون عوض شد، امیدوارم که حال هوای خوشی داشته باشید در ما بقیه روز و تا لحظه دیگر با تازه‌ترین خبرهای جهان برمیگردیم که به دنبال آن مطالب ساعت اول برنامه تکرار خواهد شد. 2034 3740 4 712 22 22 شماره پیامگیر ماست.